من داشتم تو رزومت وقتی میخوندم توی بیوگرافی سال 77 وارد هنرستان موسیقی شدی. سال 80 ببخشید هنرستان صدا و سیما، بله اشتباه گفتم، و سال 88 وارد مدرسه ایتالیایی. این سال 77 و 88 و اینا جالبه. حالا سال 99 هم یه اتفاقی احتمالا افتاده برات. داشتم به این فکر میکردم که سال 99 چی کار کردی؟ سال 99 فکر میکنم که هممون تو قرنطینه بودیم و کاری پیش نبود. کاری نکرد. البته خب همین دیگه، در قرنطینه بودیم. وارد مدرسه ایتالیایی شدی، زبان ایتالیایی یاد گرفتی و در واقع یه مسیری برات ایجاد شد و از ایران خارج شدی. خب چی شد که این اتفاق افتاد؟ ببین، من موقعی که دانشگاهمو تموم کردم ایران، از همونجا تصمیم گرفتم که از اون فضای ایران بیام بیرون، به خاطر که توی اون دوره‌ای که من کار تئاتر و رقص رو شروع کردم و بیشتر هدایت شدم به سمت رقص، به خاطر که از قبل کار بدن می‌کردم و دوست داشتم کارو، تنها دو نفر یا سه نفر استاد رقص بودن، استادان رقصی که با یک گویش 40 ساله در واقع رقص رو به تو یاد میدن. خب برای اینکه من قدم زدن روی صحنه رو یاد بگیرم، خب خیلی مفید بوده، یعنی واقعا یک بیس خوب ساخت برای من. منتها بعد از 7-8 سال که تو هی تکرار میشه به جایی میرسی که میبینی که، یعنی من به اینجا رسیدم که خب دیگه داره برام تکرار میشه و دوست دارم یه چیزای جدید یاد بگیرم و خب کسی نیست. یعنی اون سال 72 سال 87-88 واقعا دیگه دیدم چیزی نداره برای من این مسئله. گفتم من باید برم خارج از ایران یاد بگیرم، ادامه بدم و این مسیر رو تا یه جایی برم، تا اونجا که میتونم باش برم جلو. این شد که تصمیم گرفتم برم خارج از ایران و ایتالیا رو انتخاب کردم. حالا چطور ایتالیا رو انتخاب کردم؟ یک بحث مفصلیه که حالا داستانای خودشو داره.